Keraymen. Kerem kuuu. Seyit kumbere. Ben tuvalı sayı nazara. Kendin saat popu çeş. Boğan ses saat. بهتون بگم لطفا از دیدن قیافه اینجوری من نگرخین. من الان تازه از خواب بیدار شدم، تازه از حموم اومدم، هیچ آرایشی ندارم و همینطور از هیچ فیلتر و افکتی هم استفاده نکردم. چرا؟ چون که امروز یه کار خیلی باحال میخوایم انجام بدیم. بله، قبل از اینکه بهتون بگم چی کار میخوایم بکنیم، بهتون بگم که این پوستی که میبینید پوست طبیعی و واقعیه، حتی اسمش نقص نیست، چون همه ما جوش میزنیم، همه ما لک داریم، هیچ کس پوست صافی نداره. تمام چیزایی که توی مدیاها میبینید همش فیلتره یا کلی فتوشاپ شده. اصلا همین الان شما خودتون یه عکس از دستتون بگیرید تو مثلا نور درست و اینا، ببینید چقدر دستتون قشنگ میفته. ولی خودتون نگاه کنید به دستتون، ببینید چقدر مثلا خط و خود داره، چقدر دوندونی داره. توی مدیاها کاملا متفاوته. پس گولشون رو لطفا نخورید و جوری که هستین خودتون رو دوست داشته باشید. مثلا من که جوش خیلی خرکی هم اینجا زدم ولی اصلا دوستش ندارم. الان مثلا ببینید بچه‌ها، من اومدم پشت به نور وایستادم و نور کامل رو صورتم نیست. ببینید پوستمو چقدر بهتر نشونده. حالا اگه بریم توی نور، بله به به، همه لک و لوکا و خط و خوتا معلوم میشن. که تازه بازم شما دارید از مدیا میبینید و از چیزی که میبینید پوست من خیلی داغون‌تره. خیلی. نه اونقدرم نیست. به نظرم خودزنی بسه. بریم سر اصل مطلب. امروز میخوایم چیکار کنیم؟ امروز من یه قرار دارم با بچه‌ها، اکیپ خودمون، نازنین، بهار و آرزو. میخوام آماده بشم و گفتم از آماده شدنم برای تو فیلم بگیرم، از اینکه میخوام هم میکاپ کنم هم لباس انتخاب کنم بپوشم. با ما همراه باشید. کیف لوازم آرایشی هم آوردم. برو بریم. اول اینکه بهتون بگم که لطفا اگه جوشای این مدلی میزنید اصلا بهشون دست نزنید، هیچ کاری بهشون نداشته باشید، نترکونیدشون، چون جاشون میمونه خیلی بد، چون ممکنه که جاهای حساسی باشن که نباید ترکیده بشن. آره حواستون رو جمع کنین. مثلا من خودم این جوشه رو زدم، خیلی حواسم هست بهش دست نزنم. شما هم اصلا این کار رو نکنید، اصلا جوشاتون رو نترکونید. دوستان با اجازتون من جوشم رو ترکوندم چون خیلی رو مختم بود، واقعا نمیتونستم تحملش کنم. با هم میبینید الان چقدر قرمز و بزرگتر و زشتر شد. آره منو ببینید و یاد بگیرید و نکنید. اول از همه پرایمر. دوستان من از برنده نمیدونم چی استفاده میکنم، خیلی خوبه، حتما به شما هم پیشنهاد میکنم استفادهش کنید. خدای نمیدونم برندش چی. میدونم این خوبه ولی فیکش هم زیاده، حواستون باشه فیک نزنید. مرحله اول پرایمره. معمولا نه وایسه مرحله اول پرایمر نیست، چون من الان از همون اومدم و اول باید آبرسان بذارم چون پوستم خوش شده. همینجا بمونید من برم آبرسان بگرم. چه قشنگ بهتون آموزش میکاپ میدم، یاد بگیرید. بله استاد میفرمودیه. خب بچه از آبرسانی که من استفاده میکنم مارک اوریفلیم هستش، خیلی خفنه، من واقعا دوست دارم. بازش میکنیم، بوش خیلی خوبه. میبینیم مقدار بسیار زیادی میره زیر ناخون و حروم میشه که دیگه هم نکه است. میمالیم، بیشتر میمالیم. اوکی نمیذاریم مامون برن تو. اوکی بیشتر تر میمالیم. چقدر پوستم خشکه. خب فکر کنم دیگه اوکی شد، یه ذره میذاریم بمونه بعد پرایمر استفاده میکنیم. قبلا یه ویدیو براتون گرفته بودم که آموزش چیز داده بودم، پاک سازی پوست مثلا خیر سرم، اونم باز میتونید برید ببینید. آره ولی الان میخوایم آموزش میکاپ رو بهتون یاد بدیم. چقدر پیشونیمو چروک میکنم بابا، چروک میافته نکار. خب دوستان بعد از آبرسانی که زدیم شروع میکنیم پرایمر زدن. یه مقدار کم میزنیم روی پوستمو و میمالیم. خیلی کار سخت نیست. سعی کنید عین من از 4 تا انگشتتون استفاده نکنید، چون مقدار زیادی از موادی که دارید به پوستتون میزنید حروم میشه. آره همین که هست.
خب اینم تقریبا تمام شد، میذاریم دوباره یه چند دقیقه بگذره بعد کرپوش. برای بچه من یه چیزی فهمیدم، من باید به محض اینکه از حموم در میومدم موام با سشوار خوش میکردم، چون پروتئین تراپی همچین کاری کرده بودم. من کار نکردم، پس میرم که بکنم برمیگردم. خب برای بچه من رفتم موامو خوش کردم، ولی خب هنوز بهش حالت ندادم، با این که فکر میکنم چیز خوبیه بهش حالت میدم. چیه؟ آلوه وراه، همجور که از شکلش معلومه و به نظرم چیز خوبیه. آره حالا بعد از میکاپ به موام حالت میدم. خب برای بچه من یه از این تلا هم زدم که آرایش میکنم تو موام و اینا نره که یه کار تمیز در بیاد. برو بریم. اول از همه کرم پودر استفاده میکنم که من از این برند استفاده میکنم، خیلی برند خوبیه، بازم نمیدونم چیه، فقط میتونی شکلش رو حفظ کنید. خب خوب پخشش میکنیم با بیوتی بلندر که اسم اینه، منم تازه فهمیدم. و اینکه ضربه ای هم پخش کنید، اینجوری نمالید، ضربه ای پخش کنید، خیلی بهتره. خیلی خب بچه ها خوبه، خوب فیدش که کردین، میبینید الان چه کرم پودر خفنیه، من واقعا دوستش دارم، مخصوصا زیر چشام نزدم که الان کانسیلر بزنم. کانسیلری که من دارم و استفاده میکنم از برند بورژواه که خیلی سبک و خوبه به نظرم، حالا با سلیقه یکی مثلا سنگین دوست داره. من رو یه ذره جوشام هم میزنم، این کار بسیار اشتباهیه، شما این کار نکنید. و با این گوشه بیوتی بلندره فیدش میکنم. خب کانسیلرم که زدیم، الان باید بریم سراغ کانتور. قبلش بهتون بگم از این پرایمرم میتونید استفاده کنید، بیبی اسکینم خیلی خوبه. بریم برای کانتور. کانتور مخصوص سایه روشن زدن کرم پودرته دیگه، مثلا یه جاهایش که لازمه تیره تر بشه، یه جاهایش که لازمه روشن تر بشه. ببینید دقیقا روی خط چیزتون میکشید، فکتون، نمیدونم اسمش چیه، اینا رو به من شقیق محمودی و شهرزاد و آرزو یاد دادن، به خدا من خودم این چیزا رو بلد نم. حالا میریم سراغ بینی. بینی خیلی حساسه، چون بینی رو خیلی دوست دارم. بینیم حالا خیلی نازک، قشنگ تمیز نزدیکتر بکنم ریدم، باید نزدیکتر میکشیدم. فکر کنم الان هم بریدم. به نظرتون این خط صافه؟ به معنای واقعی گند زدم. خب و اصلا مهم نیست، چون طبق معمول من تو آرش همیشه میگم همینه که هست و من اینجوری آرش میگم دیگه، شما صاف بکش. من چون الان دارم تو دوربین نگام کنم خیلی سخته، خب ولی اگه تو آینه ببینید خیلی راحت تر میتونید. به سمت پایین فیدش کنید، اینجوری اینجوری پایین. آها آفرین، همینه. من فکر کنم خوب فیدش هم نکردم تو دوربین که نشون بده. اینم به سمت بالا باید فید کنید. مثلا من خودم فکر می‌کردم اینو باید به سمت پایین فید کنم، ولی وقتی فهمیدم به سمت بالا، دیدم چقدر بهتر میشه. آره به سمت بالا فید میکنید. من خودم فقط همین جاها از کانتور استفاده میکنم، اگه بخواید علمیش برید اینجا هم هست، این بالا هم مثلا هست، مخصوصا برای من که چون پیشونیم بلنده باید بزنم یه ذره کوتاه‌تر نشون میده، یه مثلا برای زاویه فک، چون منم یه ذره زاویه فک دارم، خوشگل میشه یه همچین حالتی میدیم
که اینا اگه اشتباهن یقه منو نگیرید، برید یقه خانم شهرزاده بگیرید. به خودمون به من یاد داد و اونم فیدش میکنه. نمیدونم به کدوم سمت هر بر دلت میخواد. حاجی فید کن بره بابا. اوکی خب بهتر شد. لایک برای بچه من رفتم جلو آینه، دوباره هم کشیدم، الان دوباره هم فید میکنم. این درست شد میبینید، بعد صاف صاف باشه. خب برای بچه من تقریبا پوستم تموم شد، فقط مونده رژگونه و اینا که من آخر میزنم با هایلایترشون. الان میخوام خط چشم بکشم، میترسم پاک بشه پخش بشه. اگه میخواید برای چشم ها سایه استفاده کنید، حتما زیرش باید یک کوچولو کانسیلر بزنید که یه حالت چسبندگی ایجاد بشه که میخواید سایه پودری که میزنید به چسب و قشنگ رنگ بگیره، که احتمالا من نخوام این کارو کنم و فقط خط چشم بکشم، یا شاید هم بخوام این کارو بکنم. نظرتون چیه که ما سایه بزنیم امروز؟ حتما عزیز دلم، من تا حالا سایه نزدم. خیلی ذوق دارم. جمع کن خودتو. از کائنات خبر رسید که زر نزنم و اگه بتونم هم خط چشم و درست و یه شکل بکشم هنر کردم. واسه همین بریم مرحله بعدی. خیلی خوب برای بچه، اگه شما مثل من تازه از خواب بیدار شدین، یک مقدار از این سایه قهوه‌ای دقیقا رو خط پلکتون بزنید، پف چشما رو از بین میبره بدین صورت و حالا فیدش میکنید. میبینید الان پف چشمتون رو میگیره. من خیلی این حرکت رو زیاد استفاده میکنم، چون معمولا صبح که بیدار میشم تا چندین ساعت پف چشم دارم لعنتی. خیلی خب بریم برای خط چشم. الان خط چشمی که من استفاده میکنم خط چشم کلارنس پاریسه و اینکه از قدیم خیلی معروفه دیگه، خیلی خط چشم خوبی بوده. فقط من الان نگرانم که نمیدونم بتونم جلوی دوربین دوتا رو یه شکل بکشم یا نه. میشه منو تنها بذاری؟ تو رو خدا. خب برای بچه من خط چشم کشیدم ولی اصلا اونطوری نشد که انتظارشو داشتم و میخواستم، واسه همین حلال مشکلات چوب پاکن بچه. خیلی چوب پاکن ها؟ گوش پاکن بچه، گوش پاکن خیلی کمکه توی خط چشم کشی، به همراه یه دونه ای کلینر که اینم اوریفلیمه، باید ترکیب شه چون خیلی غلیظه. اینا مخصوص چشمنه، حواستون باشه. آرایش پاکن چشمن اگه به پوستتون بزنید چون خیلی چربه جوش میزنید، میرید تمیز و خوشگلش میکنید و برمیگرد. بچه ها بعد از 3 ساعت تاخیر من برگشتم، که البته شما این 3 ساعت متوجه نمیشین، ولی واقعا 3 ساعت زمان گرفت و خیلی کار سختی خط چشم کشیدم. الان دیگه یه شکلم فکر میکنم، هر کسی هم نظر غیر از این داره خواهش میکنم این نظر رو نده و بگه که خط چشم یه شکل شدن، چون واقعا 3 ساعت زمان برد این کار. و اینکه من معمولا هیچ وقت اینجوری فانتزی خط چشم نمیکشم، الان چون میخوام برم پیش بچه‌ها اکیپ دخترونه این مو به نظرم مثلا تولید محتوا میخوایم بکنیم و کاری، گفتم منم اینجوری میکاپ کنم، ولی خیلی سخت بود. خیلی ممنونم از گوش پاکن که جون منو نجات داد و هی تمیز کردم، خیلی خوب بود. فقط اینکه اگه میپرسه این چرا قرمزه، واسه اینه که این رژ لبه. حالا آخر ویدیو میبینه، چون گوش پاکن نداشتیم من مجبور شدم از این استفاده کنم، همینه که هست. میخوام یه ذره سایه بزنم، رفتم پالت سایه‌مو آوردم. بله چقدر جینگوله. میخوام یه ذره سایه بزنم، برندش هم نمیدونم چه برندیه، همینجوری انتخاب کردم. یه سوتی هم دادم اینجا، اگه میخواید سایه غلیظ بزنید لطفاً قبل از خط چشم بزنید حتما. اوکی اینجوری میره رو خط چشمتون زش میشه. یه کوچولو دیگه خیلی کم دارم. و یه نکته دیگه، برای اینکه یادم بگیرید چجوری خط چشم بکشین، لطفاً برید خودتون سرچ کنین توی یوتیوب و بهتون آموزش میده. خسته نباشید. اوکی من سایه زردم هم زدم، به نظرم خوب شد. یه زرم قهوه‌ای این بالا خیلی زیاد شد. اوکی بای، فیدش کنم. اوکی میبینید اومده رو خط چشم. نباید موقعی که سایه میزنید خط چشم باشه، باید قبل از اینکه سایه بزنید
خط چش بکشین. اشتباه گفتم. بعد قبل از اینکه سایه بزنید خط چش بکشین. بازم اشتباه گفتم. باید قبل از اینکه خط چش بکشین سایه بزنید. خب بچه ها بریم هایلایتر بزنیم گوشه چشممون. من عاشق هایلایترم، میمیرم برای هایلایتر، نمیدونم چرا. اینا هایلایتر سفیدم همیشه استفاده میکنم. برای این جاهایی که من میزنم خیلی خوب میشه. یه دونه نوک بینیم همیشه میزنم، قطعا دیدین تو ویدیو. این برس هایلایتر نیست، براش هایلایتر نیست، ولی من از این استفاده میکنم چون الان پیدا نمیکنم. یه برس خیلی پخش و پلا داره برای اینکه زیاد نشه، ولی من چون زیاد میزنم از این استفاده میکنم. بله اینجا دقیقا روی استخون گونتون فیدش کنید، روی استخون گونتون فیدش کنید. اینو من خیلی طول کشید تا پیدا کنم دقیقا کجا باید بزنم. هر صورتی هم متفاوته، میگم شما هم بالاخره پیداش میکنید. و جای مورد علاقه هم گوشه چشم ها. اینو من خیلی دوست دارم این تیکه رو. نمیدونم درست دارم میزنم یا نه، ولی خیلی خوشگل میکنه. حتما از این هایلایتر سفید گوشه چشماتون بزنید. الان وقت ریمل زدنه که بازم ریملی که من استفاده میکنم نمیدونم چه برندیه، ولی خیلی خوبه. شکلش رو حفظ کنید اگه میخواید برید بخرید. اوکی ریمل رو باید خیلی دقیق بزنید. من با آینه جلوم باشه اینجوری خیلی سختم. خیلی خوب ریمل چشمم تموم شد. اینم با سلیقه‌ای، یکی دوست داره ریمل کمتر بزنه، یکی موج مصنوعی بذاره. من دوستم ریمل زیاد رو موجای خودم بزنم. و اینکه این زیرش هم چون من از این بیلبیلک‌ها این پایین با خط چش کشیدم معمولا نباید بزنم ریمل، ولی چون خب کرم دارم می‌کنم. حالا سراغ ابروها میریم. من معمولا ابروامو هیچ کاری نمی‌کنم چون هم می‌ترسم بریزه، هم اینکه چون چتری دارم میاد روش. ولی حالا جو برای شما بچه گوش با کن داشتم و روش لبر خراب کردم. ای خاک بر سر چلومبد بر برای بطمئن شونه ابرو خیلی خوب داشتم که میزدیم تو این و میزدیم به ابروامون و ابروامون لیف میشه، خیلی خوب میشد. ولی خب چون نداشتم دیگه از جل ابرو مستقیما استفاده میکنم. یه ذره ابروها رو میدم بالا. من خیلی ابروهای لیف دوست ندارم حقیقتا، فقط مرتبش میکنم. اینجوری میدم بالا، میدیم بالا. بعد این حرکت رو میریم اینجوری بالاشو صاف میکنم. من این مدلی دوست دارم حقیقتش، خیلی اونجوری سیخ سیخی دوست ندارم که ابروام باشه، با سلیقه‌ایه. حالا یه مقدارم اونایی که خالیان رو توش پر میکنم، مثل با مشکی. من ابروی مشکی خیلی دوست دارم، ابروی خودم قهوه‌ای هم حال نمی کنم باشون، دقیقا برعکس. یه ذره جاهای خالی رو پر میکنم. من تاجم نداره ابرو میذارم، اصلا تاجم دوست ندارم، ولی خب یه ذره بیشتر نم تاجش به سمت بالا هم هی اینجوری بزنیم که وقت به هم نریزه ابرو. بازم یه سوتی دیگه دادم. اول رژگونه رو بزنید بعد از هایلایتر استفاده کنید واسه اینجا هاتون. اینم باز برند خاصی نیست، همینجوری استفاده میکنم. اینجوری خیلی زیاد شد این ورم دیگه، هم فیدش میکنم. همه کرم پودرم رفت. به به اوکی. خب من یه کاری هم که خیلی دوست دارم کرمشو دارم انجام میدم اینه که بینیمو قرمز میکنم، مخصوصا الان که آرایشم فانتزیه. یه کوچولو اینجوری نوک بینیمو قرمز میکنم. به نظرم خیلی خوب میشه. حالا شخص نه شخص سلیقه یه شخصی. حالا خوب شد. یه ذره فید، دوباره یه ذره کانسیلر میزنیم.
اونو که بینی تقریبا برای بچه تموم شد. میکاپمون فقط یه روژ لب مونده دیگه، هیچ کار دیگه نمونده دیگه. حالا اگه درست انجام دادم یا بعد باز حتما به من بگین. من روژ لب اینو زیاد استفاده میکنم، وقتی میزنم من عادت دارم با دستمال خیسیشو بگیرم که خیلی روژ لب تو چش نباشه و براقم نباشه. اینو از این میزنیم، بعد با دستمال لبشو میگیریم. یادش بخیر شقایق خیلی حساس بود سر اینجور روژ لب، خیلی یه ساعت وقت میذاشت. و دائم هم حرفش این بود، میگفت روژ لب مایه بلد نیستیم بزنی چرا میزنین؟ راستم میگفت. خب برای بچه من روژ لبم هم زدم، همونطور که میبینید خیلی از لبم بزرگتر نزدم چون خیلی حال نمی کنم با اون مدل‌ها و اندازه لب خودم زدم، فقط مرتب تر. امیدوارم وقتی شقایق این ویدیو رو میبینه بهم افتخار کنه و نگه روژ لب تو کج کشیدی. و در مرحله آخر پودر فیکس میزنیم که آرایشمون بمونه، که من الان البته براششو ندارم، میتونیم از همین براشو استفاده کنیم که امیدوارم رنگ نره. اوکی زیاد شد یه مقدار زیر چش. بچه فکر کنم ریدم ریملم، بچه فکر کنم کامل اون چشم خراب شد. یه ذره باید بذاری پودر فیکس بمونه. چقدر زیاد برداشتیم براشه، باید دقیقا میگم با براشه هر کسی خودش استفاده کنیم. پودر فیکس هم زدیم. من رو لبم هم خیلی میذارم چون دوست دارم اینا این رنگ رو بیشتر میپسندم. خب اینم از این. اوکی برای بچه من دیگه کاری ندارم، برم مامو درست کنم و بعدش هم بریم لباس انتخاب کنیم. خب برای بچه این میکاپ من شد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دوستش داشته باشین. حتما اگه جایی رو اشتباه رفتم و خودم نگفتم توی کامنت ها به من بگید، تک تک رو میخونم، نظراتتون رو بگید، اینکه چه میکاپی بیشتر دوست دارین، همه اینا رو بگید، تک تک کامنت ها رو میخونم. اگه هم خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم، بوس. خب بچه ها الان میخوایم لباس انتخاب کنیم. من یه معذرت خواهی کنم بابت نور خیلی کم و داغون اتاق هم، چون همشون سوختن. نگاه کنید تک تک سوختن، هیچ کسی هم نمیاد واسه من اینا رو درست کنه. تازه اینم کنده، میبینید خیلی نور افتضاحه. عذرخواهی میکنم ازتون. خیلی خوب کمدم خیلی به هم ریخته است، بازم عذرخواهی میکنم. این بخش هودیان، که یه نکته هم بگم، من با اینکه این همه محیط و جا دارم بازم جا کم دارم واسه لباس و نمیدونم چه حکمتی اینقدر جا کمه. نگاه کنید همه چسبیدن به هم. نگاه این برو، این برو که پر دارن خفه میشن. این برو کاپشن ها و پافران، البته اونایی که خودم میپوشمشون دیگه. این تیکه هم باز کت ها هستن، باز این تیکه هم باز کت ها. من چیزی که مد نظرم بود این بود که این کته رو بپوشم، کته چرمه، خیلی هم خوشگل و بلند و شیک و کمربندم داره میبینید. ولی یه مسئله هست، الان هم بارونه، بهتر یه بارونی بپوشم، هم این که الان چون یه جمع دوستانه است یه چیز خیلی کیوت تر بپوشم. نظرتون چیه؟ نه بعد این که یه چیز زردم انتخاب کردم، باید یه چیز زرد بپوشم. به نظرم این هودی زرده به نظرم خوبه، ولی هودی زیاد پوشیدم، بارونی باید بپوشم. ها یه نکته هم بگم، اینم که میبینید خط چشه هی زدم به دستم، میشورمش. بعد بچه ایسته خوب پیدا کردم، نظرتون راجع به این چیه؟ آره بارونی زرده، همونی که تو همه فیلم ها هزار تا بلا سرش میاد. دیدین تو فیلم ها، فیلم ترسناک ها، همیشه اونایی که شخصیت هایی که لباس بارونی زرد تنشون هزار تا بلا سرشون میاد و منم الان میخوام این کار بکنم. اینم از لباس، اینم از جوراب زرد. حالا با این تیپی که میخوام بزنم به نظرتون چه شلواری بپوشم؟ خودم مد نظرم جینه، ولی آبینه، جین مشکی. یعنی این شلواره که تا الان هزار بار پوشیدمش و هنوز که هنوزم عاشقشم. اینم از این. حالا باید بریم کلاه انتخاب کنیم که بریم کنم اینجا. بله همونجور که میبینید خیلی مرتبه
و کلاه زرد تو رو خدا جون مادرت بیا بیرون نریزین نریختن. این کلاه هم خیلی کیوته. خب برای بچ من از شدت کمبود جا کفشامو توی کابینت هم نگه میدارم. اینم از کفشام، یه کفش زرد خیلی خوشگل داریم که من نظرم اینه. این که نه، این زرده که نه، عمرن قرمز و اینا هم که بیخیال. البته این کفشم با حاله، این بوته هم خیلی به نظرم کیوته بهش میاد. یا این زرده رو میپوشم یا این. اگه زرده رو بپوشم دیگه زیادی زرد میشه، حس میکنم این بوته بهتره، پس اینو میپوشم. واسه زیرشم یه هودی خیلی کیوت مشکی پیدا کردم عروسکی، آماده اید بپوشمشون؟ 3 2 1 برو بریم. هلو برو برو ارزشمند، شاید عجیب، ولی آره بچه من آماده شدم. این هودی هم خیلی باحال، نگاش کنید. سلام. اوکی بس بسه کمک بهتونم. بعد بگم که این وسط که بعد آرایشم کلی ویدیوی طنز براتون گرفتم با تیک تاک. خوشحال میشم اگر سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. تک تک کامنت ها رو میخونم، بهتون گفتم که چه چیزایی کامنت بکنید و اینکه زنگوله بغلش هم فعال کنید. هر موقع ویدیو گذاشتیم بتونشون داده بشه. اگه از اینجور ویدیو بیشتر دوست دارید به من بگید که براتون اینجور روزمره بیشتر بذارم. حالا من اینجا خدافظی میکنم ازتون، ولی پیش دوستام رفتم، اون تیکم یه ویدیو میذارم دیگه، حالا که ببینید رفتم چه. بچه‌ها بوس بای. حس میکنم یه عده گفتن عکس قدی بذار. اوکی چون خواستین. اینم عکس قدی.